90 سال پیش در اصفهان به دنیا آمد. گرجی تبار بود. همانانی که شاه عباس وادارشان کرد در حومه نصف جهان مسکن گزینند. در نوجوانی رویای بازیگری را در دل می پروراند. رویایی که در جوانی به آن جامعه عمل پوشاند و هنرستان هنرپیشگی و در پیان دانشکده هنرهای دراماتیک راه آن را برایش هموار کرد. محمد علی کشاورز اول بار در سال 1339 برای نمایش خودکشی به کارگردانی علی نصیریان به روی صحنه رفت. از او حدود 55 نمایش و سریال تلویزیونی به یادگار مانده، مثل نمایش تلویزیونی کارول که در سال 1353 از تلویزیون ایران پخش شد. باید بگم. بله. اون گفت که شما قاتلید. در مورد حضرت آقای پدر بزرگ گفت اون یک ماموت ابله و خونخواه. چی؟ من فقط تکرار کردم. شب قوزی اولین تجربه سینمایش بود که در سال 1343 کلید خورد. حضور در گروه کارگردانی سریال پربیننده آن زمان یعنی خانه قمر خانم و یا ایفای نقش در سریال به یاد ماندنی دایجان ناپلئون. استالله، من یه فکری کردم. چطوره با سردار مهارت خان خودم یه صحبتی بکنم؟ راجبه آقا؟ نه، راجب اون قالیچه‌ای که اون سرجوخه هندی اشتیا خان شارلاتان گرفت و خورد. بعد از انقلاب اما سریال سلطان و شبان و نقش خوابگزار اعظمش بار دیگر او را به صحنه نمایش تلویزیونی کشاند و مقبول می افتد و مقبول نمی افتدش هم شد زبان زد عام و خاص. تاج و تخت سلطان را به آن مرد واگذار کنیم، آنگاه می شود؟ در آن صورت آن مرد سلطان خواهد شد و مقبول می افتد. به قول خودش شعبان خان سریال هزار دستان علی حاتمی را از یک تیپ به یک چهره بدل کرد. نقشی فراموش ناشدنی در کارنامه پربار محمد علی کشاورز. من در زمانی اومدم که 2 سال از این فیلم برداری این سریال گذشته بود که آقای حاتمی من پیشنهاد کرد که یک نقشی بازی بکنم که شعبون هست. این یک تیپ بود، یک تیپ بود با خصوصیات تیپ. این رو طوری عمل کردم که این تیپ، این پرسوناژ تبدیل شد به یک کاراکتر قرمزته. برای ایفای نقش در فیلم مادر هم نامزد سیمرغ بلورین شد. احتابی اضطراریه، 2 ساعته، باتریش سست. بذارین حال کنین دمای آخر. حال و وضع ترنجبین بانو اینو وقت اضافی بازی فیناله. آجیل مشکل گوشش هم پنالتیه. در انبوه آثار به جا مانده از او، از بازی در فیلم زیر درختان زیتون اثر عباس کیارستمی به نیکی یاد می کرد، چرا که با کارگردانش دوستی دیرینه ای داشت.